به تعبیر حقوقی ها هیچ تفهیم پیمان یا نوع تحلیف توی این ازدواج اتفاق نمیفت. این طرح و ایده به نظر من یه مقدار هم توی استحکام و پایداری خانواده، هم در کاهش طلاق و هم در معنای زندگی در بین زوجین خیلی تاثیرگذار خواهد بود. آیا در بین فرهنگ‌های ما مسلمان‌ها، حالا به خصوص ما شیعه ایرانی، میشه فقط به این حد اقل اکتفا کرد یا نه؟ ازدواج صحیح میتونه ازدواج باشه که هم دارای مؤلفه شرعی باشه هم دارای مؤلفه فرهنگی. اوایل انقلاب یادم هست که یه تلاشی شد به لحاظ رسانه‌ای که ما بیایم همه اینا رو یکسان کنیم، مثل چادر که تا قبل از انقلاب ما چادر مشکی موردی داشتیم، همه چادرها رنگی بود. انقلاب که شد همه شدن چادر مشکی. چرا نباید مثلا یک زن کارمند مثلا فرض کنید بلوچ یا کرد با لباس محلی خودش بره سر کارش؟ با یاد نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و ممنون از بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. از حضورتون می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم که شرایط موجود در حوزه ازدواج به صورتیه که ما نیاز داریم که ایده ها و طرح‌های نو رو توش ببینیم. به نظر شما ما چه ایده ها و طرح‌های رو میتونیم در نظر بگیریم که وضعیت ازدواج رو هم بتونیم به شکل و ظاهر متناسب با هویت و فرهنگ خودمون پیش ببریم، هم بتونیم این نرخ‌های که الان داریم رو ارتقا بدیم و افزایش بدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان معزز. خدمتتون عرض کنم من در مورد ازدواج و شاید یکی از راهکارهای کاهش مقدار طلاق و بحث پایداری و استمرار خانواده از قدیم یه طرح تو ذهنم بوده و خیلی هم تلاش کردم که این طرح رو یه جوری عملیاتیش بکنم ولی تا به حال موفق نشد. حالا انشالله این مصاحبه فتح بای بشه برای عملیات کردن این طرح. و اون طرح برمیگرده به نوع عقدی که ما داریم توی اسلام. ببینید توی اسلام و عقدی که داریم یک وکالتی داده میشه به یک روحانی از طرف دختر، عقدی رو جاری میکنه و پسر قبول میکنه اون عقد رو. بعد در اون دفترچه سند ازدواج هم یه سری شروطی رو گذاشتن. به تعبیر حقوقی ها هیچ تفهیم پیمان یا نوع تحلیف توی این ازدواج اتفاق نمیفت. شما اگر نوع عقدهای ادیان دیگر رو ببینی، زرتشت، مسیحی، یهودی، اون کسی عاقد، حالا هر کسی که بر اساس فرهنگ خودش یک گزاره‌هایی رو میگه که به صورت پیمان یا به صورت تحلیف زوجین تکرار میکنن و بعد هم میگن ما هم پیمان میشویم بر اساس این ازدواج پای این حرفامون و قول و قرارامون بمونیم. خب و این خودش خیلی بازدارنده است و گاهی هم که مثلا توی زندگی اینها به یک موانع و مشکلاتی برمیخورن، گوش زد کردن اون پیمان و مواردی که بیان شده خیلی باعث آرامش روح و روان زوجین خواهد شد و خیلی موارد اونا به زندگی خودشون به خاطر اون پیمان یا تحلیف قسمی که خوردن باقی بمونن. ما این رو نداریم در هنگام ازدواج خودمون، اما می شود با یک کار پژوهشی از آیات و روایات یه همچین مواردی رو استخراج کرد و به یک بیان رسید. اون قطعه ای که عاقد می خونه و زوجن باید تکرار بکنه، ما بهش میگیم بیان. به یک بیان رسید. سه تا بیان هم باید باشه: یه بیان خاص زوج، یه بیان خاص زوجه، یه بیان هم مشترک هر دو، که اینا باید
با صدای بلند در مقابل جمع، در مقابل خداوند بیان بکنن. می شود با یک طرح پژوهشی ما این موارد رو استخراج کرد، در هم ادغام بکنیم و به یک بیان که هر کدوم هر بیانی مثلا در حد یک پاراگراف هست رو بیاریم توی بحث عقد. این رو هم باید به اون کاری که خروجی اون کار، اون پژوهش، باید هم دفاتر ازدواج رو آموزش بده، هم عاقدین رو آموزش بده، هم قضات رو آموزش بده، هم مراکز مشاوره ازدواج رو آموزش بده که اینا اینجوری اجرا بکنید این پیمان. بعد میشه روی این بلگه های خیلی قشنگ ظریف همون پیمان رو نوشت، اینها امضا بکنن و قاب بکنن، همیشه در طول زندگی در مقابل چشمشون باشه. نمیخوام بگم که این کار طلاق رو خیلی زیرا رو میکنه، اما اگر این کار درصدی از طلاق رو هم برای ما کنترل کنه و حتی حضرت آمارش رو افزایش پیدا کنه، کاهش نه، فقط در حد یک جای در یه نقطه این طلاق رو برای ما حفظ بکنه، به نظرم میرسه کار خوبی باشه. مقدماتش رو میشه، من فکر کنم یک جایی مثلا وزارت جوانان ورزش تو بُعد خانواده و ازدواجش این کار جدی رو این کار انجام بده که یه طرح پژوهشی طراحی بکنن، یکی دو تا محقق خوب کار بکنن، از آیات قرآن یه گزارش البته از همه ادیان اول بدن که مثلا مسیحیت اینجوریه، یهودیت بیانش اینه، مثلا زرتوش اینه، ادیانی که حالا ما بهشون میگیم ادیان ابراهیمی یا حتی ادیان غیر ابراهیمی، اینا رو بیان یه گزارش از پیوند ازدواجشون بیان بکنن، بعد ببینن روی چه موضوعاتی تأکید کرده اند، اون موضوعات رو بیان در آیات و روایات مواردش رو استخراج کنن، به یه بیان سلیس روان خیلی منطقی برسن و بعدم برن در مقام اجرایش. این طرح و ایده به نظر من یه مقدار هم توی استحکام و پایداری خانواده، هم در کاهش طلاق و هم در معنای زندگی در بین زوجین خیلی تاثیرگذار خواهد بود. تعریف میکنه ازدواج رو، معنادار میکنه برای دختر و پسر ازدواج رو وقتی که میخونن، و یک کاری است که به نظر من در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی خیلی کارساز خواهد بود تو بخش خانواده. این طرحی بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. یک سوال خیلی کوتاهی اگر بخوام از حضورتون تو همین بحث بپرسم، این شما در فرمایشاتون اشاره کردید به تمدن نوین اسلامی، خواستم ببینم که این سبک ازدواج صحیح در این نگاه، در نگاه تمدنی میتونه به چه صورت باشه، به چه صورت تعریف بشه؟ ببینید صحیح که میگید یه واژه، ازدواج صحیح وقتی میگید یه واژه سیال و شناوره. صحیح از چه منظری؟ شما یه موقع میگید که صحیح من فقط از نظر دین میخوام. ازدواج از نظر دین بدون هیچ نوع تشریفات و قیودی اجرا کردن یک خطبه عقد و یه پذیرش عقد. این قدیم هم بوده، یعنی اینجوری نبوده که مثلا دختری و پسری یا والدین اینا میرفتن مثلا خدمت رسول الله، رسول الله هم خطبه رو میخوند یا وکالت میگرفت خطبه رو میخوند و اینا میشدن محرم، از همون موقع میرفتن سر خونه زندگی خودشون. اینو عقد صحیحه، ولی صحیح شرعی. اما امروزه آیا در بین فرهنگ های ما مسلمان ها، حالا به خصوص ما شیعه ایرانی، میشه فقط به این حد اقل اکتفا کرد یا نه؟ شما اگر بگید صحیح، فرهنگ ما نمیپذیره این، فقط اون رو شرط لازم میدونه اما شرط کافیش نمیدونه، میگه ازدواج به اینا نیست. حالا چرا همین هم مستندات روایی داره که مثلا چند جا ولیمه دادن خوبه، یکیش مثلا برای ازدواج، خب ولیمه دادن میاد خوبه که مثلا عروس این جهیزیه رو داشته باشه، خوبه است که مرد این مهر رو داشته باشه، خوبه است ولیمه بدیم، خوبه است فلان میکنیم. میبینید که همین یکی یکی این قشریات هی میاد میچسبه به اون عقد یا ازدواج صحیح تحت عنوان
عقد و ازدواج صحیح فرهنگی، یعنی شرعی میشه بحث فرهنگ. حالا بعضی ها که پایین تر هم میان یه سری آداب و رسوم فامیلی و خانوادگی هم داره، میگه خانواده ما این رسممون اینه، دوباره باز صحیح یه لایه میاد توی حاشیه تر. لذا ببینید به نظر من صحیح رو باید بر اساس همون تمدن ایرانی اسلامی تعریفش بکنیم. خیلی مواقع میشه که ازدواج شرعی بوده، اولم دختر و پسر به خاطر حالا شور و هیجان و احساسات دوره جوانی تن به اون ازدواج دادن، ولی به مرور که رفته این دختر خانم ازدواج های دیگر فامیل رو که دیده، مثلا چقدر طلا آوردن، چه مجلسی، چه تجملی، این هم یواشاش معترض میشه نسبت به مراسمی که داشت و نسبت به اون ازدواجی که داشت. لذا به نظر میرسه که بر اساس زمینه تمدنی، اونم اسلامی ایرانی، ازدواج صحیح میتونه ازدواج باشه که هم دارای مؤلفه شرعی باشه هم دارای مؤلفه فرهنگی. اما این که حالا شما مثلا فرض بکنید میخواید ولیمه بدید، لزومی نداره که مثلا عروسی های ما اصفهانی ها تو اصفهان 6-9-7-9 خورشت و چند نوع برنج، یا مثلا حتما بره درستی سرخ کرده باید وسط سفره، نه، یه غذای ساده ای رو میشه داد، هم به اون مستحب هم فرهنگ رو رعایت. اینا دیگه بر اساس اقتضاعات و موقعیت های خانواده ها تعریف میشه. اما این که بگیم صحیح اینه که حتما طلا توش نباشه، صحیح اینه که حتما ولیمه توش نباشه، دوران عقد نداشته باشن، اینا رو نه. مثلا دوران عقد یکی از بحث های فرهنگیه، عقد میکنن تا ازدواج یه دوره ای سالا کوتاه، این جزء فرهنگ ماها بوده و هست، اینا رو باید رعایت کرد. البته مواردش زیاده، من میخوام مثال بزنم، همه اینها رو ما میاریم جزو ازدواج صحیح شرعی فرهنگی، باید اینا رعایت بشه، اما مقدار و حجم و سطحش به اندازه موقعیت و منزلت اجتماعی اون دوتا خانواده باید انجام. و به خاطر همین اگر فاصله اون موقعیت اجتماعی و طبقاتی زوج و زوجه خیلی با هم زیاد باشه، همکف در واقع نیستن، یکی از موارد همکفی هم کف طبقاتی و اقتصادیه. خب این معمولا به اختلاف کشیده میشه دیگه، یا باید اگر بخواد به اختلاف کشیده نشه، یا دختر باید از خانواده خودش ببره، یا باید پسر از خانواده خودش ببره و یکی توی اون دیگری مستحیل بشه، که این هم به مرور مشکلات روحی و روانی برای یکی از زوجین و هر دو زوج به وجود میاد که ما توصیه نمی کنیم. لذا اون همکفی در قرآن به نظر میرسه که هست، و صحیح یعنی هم همکف بودن شرعی و فرهنگی که قائل هستیم. به لحاظ هویت ایرانیش به چه صورت میتونیم این رو؟ فرهنگیش یعنی هم هویت ایرانیش دیگه، این حرف ما فرهنگی، مثلا شما اسلامی، فرهنگ عربی در کشورهای عربی که اونا بالا هر کشوری باز فرهنگ خاص خودش رو داره، کشورهای عربی اونا بر اساس اقتضاعات خودشون باید، ما حتی مثلا در ایران هم این رو ایرانی اسلامی شاید هر دو واژش باید این مقدار سیال باشن. مثلا فرض کنید اسلامی در کردستان ما میشه اهل تسنن، در خیلی از شهرهای ما میشه شیعه، یا ایرانیش ایرانی کرد یا ایرانی مثلا فارس یا ایرانی لور یا ایرانی مثلا ترک، اینا متفاوتن. شما میدونید که مثلا فرض بکنید خرید عروسی در منطقه کردستان ما و طلایی که اونا میخرن، اصلا زره تنپوش طلا میخرن، نمیدونم دیدید توی این عکساش هست مثلا نیمتن پوشش طلا. خب اونا جزء فرهنگ خودشونه دیگه. حالا معمولا هم این طلاها نسل به نسل از مادر به دختر مثلا یا از مادر به پسر میرسه و یه نوع سرمایه هست. اینها هم متفاوته، یعنی اینا من این مواردی که گفتم حالا بیشتر ناظر به اسلامی ایرانی بود، فرهنگ ایرانی بود، که باز در فرهنگ ایرانی هم باز فرهنگ ها متفاوته. اوایل انقلاب یادم هست که یه تلاشی شد به لحاظ رسانه‌ای که ما بیایم همه اینا رو یکسان کنیم،
مثل چادر که تا قبل از انقلاب ما چادر مشکی موردی داشتیم، همه چادرها رنگی بود. انقلاب که شد همه شدن چادر مشکی. حتی مثلا کردها، بلوچها، نمیدونم عربها، شهرهای جنوبی ما که مثلا اون وال و اون نقاب رو دارن، نه همه شدن چادر مشکی و مانتو شلوار مثلا رسمی اداری. به مرور که گذاشتن خوب دارن فرهنگ ها از بین میره دیگه. چرا نباید مثلا یک زن کارمند مثلا فرض کنید بلوچ یا کرد با لباس محلی خودش بره سر کارش؟ این فرهنگ رو باید ما حفظش بکنیم دیگه. بعد به مرور زمان یواش یواش رو آوردن به رسانه های استانی که بر اساس فرهنگ و بوم هر استان مثلا کار رسانه‌ای و تبلیغی انجام بده، اما دولتش هنوز دست نخورده است. تو بعضی از صحبت‌ها بعضی از نماینده‌ها فکر کنم یا بعضی از مسئولین دولتی دیدم که همین حرف رو میزنن که چرا مثلا کارمند زن بانک نباید بتونه با لباس مثلا محلی خودش، البته مسائل شرعیش و حتما باید رعایت بشه که حالا مثلا پوشیده باشه، گشاد باشه، بدن نما نباشه، اینا سر جای خودش، ولی باید بتونه از فرهنگ خودش استفاده بکنه. لذا این تأکید من روی همون فرهنگ ایرانی بود که بر اساس قوم و مذهب و نژاد تو همین ایران میشه این صحیح رو تعریف کرد. خیلی ممنون، متشکرم از بیانات شیوای شما. اگر نکته در پایان میخواید بهش اشاره کنید در خدمتتون هستم. در این حوزه به نظرم حالا هم بحث خورده فرهنگ ها هم بود، اهمیت دادن به فرهنگ ازدواج در خورده فرهنگ ها که هم بحث قوم ها ملیت و قوم و زبان و اینها بود، به نظر من باید رسانه شما اگه برای جوان ایرانی کار میکنه این تفاوت و تعدد و کثرت فرهنگ و خورده فرهنگ رو لحاظ بکنه. فکر نکنید تسهیلگری ازدواج اینه که غیر این فرهنگ ها رو بزنید. گاهی توجه نکردن به خورده فرهنگ ها خودش مانع بحث ازدواجه. یعنی باید توی رسانه شما برای هر قومی و هر زبانی به نظرم یک کار رسانه مستقلی انجام بشه تا انشالله قرینه به توفیق بشه. خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشید، روزتون بخیر.